بخش جنجالی زندگی صدام حسین رو توی این برنامه دنبال کنید. از کنار گذاشتن حسن البکر تا پاکسازی حزب بعث، از آقازاده شرورش که علیه دامادهای خانواده اقدام میکنه تا دخترهاش که نقشه ترور برادرشون رو میکشن، از جنگ با ایران تا جنگ با کویت و ائتلاف ایالات متحده، همه و همه چیزهایی هستند که شما رو با این دیکتاتور بی‌رقیب آشنا میکنن. چی بهتر از این که شما جو پادکست رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین؟ سلام، من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پادکسته. احمد حسن البکر در 16 جولای 1979 از قدرت کنارگیری و توی آخرین سخنرانیش در 17 جولای صدام رو به عنوان رئیس جمهور جدید عراق معرفی میکنه. البته میگن که این پیشنهاد خود صدام به البکر پیش از رفتن جلوی دوربین‌های تلویزیونی بوده. بهتره یادآوری کنیم که 5-6 ماه بعد توی ایران انقلاب میشه و محمد رضا شاه ایرانو ترک میکنه. یعنی شدنیه که توی حزبی با اون دبدبه و کبکبه به همین سادگی انتقال قدرت صورت بگیره؟ از اون همه آدم با سن و سال و تجربه بیشتر نسبت به صدام هیچکی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه؟ نه، اینطور هم نیست که همه با صدام و قدرت گرفتنش اوکی باشن. پس صدام برنامه خاص و ویژه‌ای برای مخالفین داره که خیلی خیلی دارکه. صدام یه جلسه رسمی فوری برای حزب تشکیل میده و همه سران بعث هم باید توی این جلسه باشن. همه چی به نظر عادی میرسه، اما زمانی که صدام در برابر دوربین ها سیگار برگش رو از جیبش در میاره و روشنش میکنه، شست همه خبردار میشه که قراره یه اتفاقی بیفته. صدام به حرف میاد و میگه من با قلبم حس کردم که توطئه‌ای در حال رخ دادنه. عبدالحسین المشهدی با لیستی در دستش میره پشت تریبون و اسم 68 نفر رو به عنوان خائن به حزب و صدام میخونه. 10 تا 10 تا هم میخونه و با بردن اسم هر نفر یه مأمور امنیتی میاد و همراهیش میکنه تا از سالن خارج بشه. صدام به کام گرفتن از سیگار برگش ادامه میده و دوربین ها دارن صحنه هایی از چهره های خیس عرق یا گریان اعضای حزب بعث و پخش زنده میکنن. خیلی زود معلوم میشه که اسم 22 نفر از اون لیست توی فهرست اعدامی هاست. بعد از قرائت 68مین اسم توسط المشهدی، سالن یه لحظه سکوت میکنه و بعد از صدای حاضرین منفجر میشه. نجات یافته ها فریاد زنده باد صدام و زنده باد حزب بعث سر میدن و نمیدونن که قراره اون 22 رفیق قدیمیشون به دست خود اینها کشته بشن. صدام میخه تابوت خائنین رو همون اول میکوبه، هرچند که بعدن معلوم میشه که اصلا خیانتی در کار نبوده و اون میخواسته از پیش حزب رو پاکسازی کرده باشه. این دزد و پلیس بازی ها با تشکیل سازمان اطلاعاتی جهاز هنین تکمیل میشه و صدام همشهری ها و فک و فامیلای خودش رو دور خودش میچینه تا دیگه با خیال راحت بهشون اعتماد کنه. یه مجموعه که قرار خبرچینی کنن و اطلاعات و اخبار مخالفین رو از سراسر عراق به گوشش برسونن. صدام حامی درجه یک آرمان فلسطینه و با اسرائیل هم اصلا شوخی نداره. اون از فرانسوی ها میخواد که راکتور اتمی عراق رو راه اندازی کنن و سودای داشتن بمب اتمی توی سرش وول میخوره. فرانسوی ها این کار رو توی سال 1981 براش انجام میدن، اما همین که میان اونو تحویلش بدن، راکتور میره رو هوا. یه عملیات خرابکارانه از سمت اسرائیلی که قطعا اجازه نمیده عربهایی که به خونش تشنن بمب اتمی داشته باشن. صدام یه مشکل بزرگ هم با امریکا داره و اونها صدام رو به عنوان تروریست میشناسن، اما نفت منطقه خاورمیانه همیشه معجزه میکنه و همین نفت باعث میشه که بعثی ها با ایالات متحده وارد مراودات سیاسی و تجاری بشن. صدام حسین از ساجد تلفاح 5 فرزند داره، 2 تا پسر و 3 تا دختر. پسر بزرگترش اودای و پسر کوچکتر قصی هستند و دختراش هم رقد، رعنا و حالا. آقا پسرها که بزرگ میشن توی دولت مناسب کت و کلفت میگیرن. اودای ریاست کمیته ملی المپیک عراق، فدراسیون فوتبال و سازمان فداییان صدام رو داره و کلن
از اون آقازاده هاست که با اسم بابایه هر کاری که بخوان میکنن. اون از شوهر دوتا خواهر اولش یعنی حسین کامل و صدام کامل که اونا هم پستای دولتی مهم میدارن خوشش نمیاد و کاری میکنه که صدام حسین باهاشون زاویه پیدا کنه و بکشدشون. البته دوتا خواهرها هم برنامه ترور داداشه رو میریزن که این ترور نافرجامه و اودعی جون سالم به در میبره. اون محافظ شخصی پدرش رو هم میکشه و صدام اول محاکمش میکنه و بهش 8 سال حبس میده، اما بعد با وساطت ساجد تلفاح تبعیدش میکنه به سوئیس. قصی هم فرماندهی منطقه‌ای حزب بعث رو به عهده داره و زیاد مثل اودعی تو چشم نیست. کمی از خود صدام هم بگم براتون. اون روی چهره خودش کار و از یه جایی به بعد سیبیل و موهاشو رنگ میکنه. به خاطر مشکل دیسک کمری که داره کمی لنگ میزنه و برای همین هیچ وقت بیشتر از چند ثانیه از راه رفتنش فیلم نمیگیرن. کمی چاقه، اما به خاطر کت و شلوارهای خوشدوختی که میپوشه اینو از دید عموم پنهان میکنه. 20 تا کاخ داره که پرسنلش به طور دائم بهشون رسیدگی میکنن و همشون برای پذیرایی از اون و خانوادهش همیشه آمادن. صدام برای اینکه ترور نشه مدام بین این کاخها جابجا میشه و بدلهای زیادی داره. وعده های غذاییش هم پیش از سرو شدن مورد آزمایش قرار میگیرن تا سمی نباشن. همون محافظی هم که گفتیم پسرش اودعی کشتش، کارش تست همین غذاها بوده. شراب مورد علاقه صدام از پرتغال میاد، اما هیچ وقت در ملأ عام یا مقابل دوربین ها مسلمونیشو به خطر نمیندازه. یه فوبیای عجیب هم نسبت به میکروب ها داره و در دیدارش با ژنرال ها میگفته اول برن و لباسای زیرشون رو عوض کنن، بعد هم دستاشون رو خوب بشورن و ضد عفونی کنن. این بعدها و بعد از دستگیریش توسط امریکایی‌ها بیشتر به چشم میاد، وقتی که پیش از خوردن غذا سینی و ظرف‌ها رو با دستمال مرطوب تمیز می‌کرده. اون جهان‌بینی محدود و دانش کمی نسبت به پیشرفت‌های علمی، فرهنگی و تکنولوژیک غرب داره و حتی باورش نمیشه که مردم میتونن طبق قانون از دولت مردهاشون شکایت کنن. ماه دسامبر همین سال 1979 توی ایران که همسایه دیوار به دیوار عراق، یه انقلاب مذهبی شیعی اتفاق میفته. صدام تا حد زیادی قدرت سیاسیشو از حمایت جمعیت اقلیت سنی عراق داره و نگرانه که تحولات شیعی ایران به قیام مشابهی توی عراق منجر بشه. اینه که در 22 سپتامبر 1980 یا همون 31 شهریور 1359 به نیروهاش دستور میده تا به منطقه نفتخیز خوزستان در ایران حمله کنن، که خب این نقض آشکار قوانین بین المللیه. اون یه جنگ همه جانبه رو به این امید واهی که ظرف چند هفته تمومش بکنه استارت میزنه. شاید هم دلیل این دست کم گرفتن ایران اینه که صدام تجربه نظامی قبلی نداره. نفرت دایی خیرالله صدام از یهودی‌ها و ایرانی‌ها رو توی برنامه قبلی یادتونه؟ اون نفرته اینجا میزنه بالا. صدام که توی جوانیش تحت تأثیر جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بوده، حالا میخواد با یه سر کردن کار ایران واسه خودش اعتباری توی جهان عرب دست و پا کنه. توی اولین پادکست بحران کانال سوئز که قبلا براتون تهیه کردیم، به صورت کامل دوران جمال عبدالناصر رو مورد بررسی قرار دادیم که لینکشو همین الان اون بالا میبینید و میتونه به درک ما از جهان عرب در دهه های 40 و 50 کمک خوبی بکنه. پس دیدنشو بعد از تماشای این برنامه از دست ندین. اگه تا اینجای پادکست رو همراه من بودین، پس لطفاً لایکش کنین و سابسکرایب جو پادکست هم فراموشتون نشه. صدام که پیش از انقلاب ایران با محمد رضا شاه هم درگیری‌های عمده مرزی داشته و مدام توی مچ انداختن با اون شکست می‌خورده، حالا دیگه اومده تا با حمایتی که فکر می‌کنه از جهان عرب خواهد گرفت، بخش عرب نشین ایرانو به تصرف در بیاره و به خاک خودش الحاق کنه.
جنگ بین عراق و ایران به هوای اینکه سه هفته‌ای به فتح بزرگ برای بعثی‌ها ختم میشه شروع میشه. این وسط حکومت مذهبی تازه تأسیس ایران هم بدجوری با غربی‌ها و امپریالیسم جهانی مشکل داره و مواضع تندی رو نسبت بهشون میگیره. اینه که غربی‌ها مخصوصاً آلمان و فرانسه و بعد هم امریکا و انگلیس و حتی شوروی شروع میکنن به تجهیز ارتش صدام حسین. پیشروی‌های اولیه ارتش عراق واقعاً چشمگیره، اما مقاومت ایرانی‌ها اون رویای جنگ سهل الوصول توی ذهن صدام رو خراب می‌کنه و این نبرد تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی. با همه حمایت تسلیحاتی و مالی که از صدام میشه، بازم اون نمیتونه کاری از پیش ببره و در سالهای میانی جنگ، یعنی 1983، شروع میکنه به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی علیه ایران. این رسما یه جنایت جنگیه، اما انگار قرار نیست که صدام بابتش مؤاخذه بشه، پس همین کار رو علیه کردهای عراق هم توی سال 1988 انجام میده. این بار کشتار توی حلبچه عراق کشته های بیشتری میده، اما جامعه جهانی بازم خودشو به خواب میزنه و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. برنامه بلک لیست جو پادکست به رهبرانی پرداخته که از سلاحهای کشتار جمعی استفاده کردن که دیدن و شنیدنش خالی از لطف نیست و لینکش هم اون بالا میبینید. به هر حال جنگ عراق علیه ایران در 20 آگوست 1988 به پایان میرسه و صدام نمیتونه حتی یک متر هم مرزها رو جابجا کنه. این جنگ اقتصاد و زیرساختهای عراق رو نابود میکنه. اگه فکر میکنین جنگ افروزیهای صدام همینجا تموم میشه، سخت در اشتباهین. از پای این برنامه تکون نخورین تا ببرمتون به نقطه‌ای که همه رفقای صدام توی جنگ با ایران حالا توی این نقطه میشن دشمنای قسم خوردش. حالا علاوه بر این که حدود 500,000 نفر از نیروهای صدام کشته شدن، اون یک کشور ورشکسته داره با میلیون‌ها دلار وام از کشورهای عربی. عراق روز به روز از نظر اقتصادی اوضاعش بدتر میشه و صدام اصلاً براش مهم نیست و بعد از جنگ فاز احیای تاریخ و تمدن عراق باستانی رو برداشته. در مورد طلب کشورهای عرب هم، اون که خودشو نماینده همه این کشورها در جنگ با ایران میدونه، میزنه زیر میز بازی تا بدهی ها رو بپیچونه. درباره فروش نفت و قیمتش هم اوردرهایی داره که به مذاق خیلی از عربها، به خصوص کویت که از وام دهنده های اصلی به عراق بوده، خوش نمیاد. کویتی ها با صدام اختلافات مرزی دارن و پیدا شدن نفت توی همین محدوده دردسر رو بیشتر میکنه. صدام برای فرار از شکست توی جنگ ایران میره برای اینکه با ایجاد یه مناقشه جدید روحیه ارتش خودش رو بازسازی کنه. پس با بهانه اینکه کویت از نظر تاریخی یه روزی بخشی از خاک عراق بوده، همون فاز عراق باستانی، در 2 آگوست 1990 100,000 سرباز عراقی وارد خاک کویت میشن و اونو تنها ظرف 6 ساعت اشغال میکنن. این به معنی بحران جهانی نفته و شورای امنیت سازمان ملل به صدام هشدار میده که دست از تصرف کویت برداره و یه ضرب الاجل تا 15 ژانویه اعلام میکنه. اما گوش صدام بدهکار این حرفا نیست. از عربها، عربستان و مصر و همینطور شوروی و ایالات متحده هم بهش هشدار میدن، ولی حرف هیچکی توی گوش این بابا نمیره. امریکا خوب میدونه که بحرانی شدن اوضاع توی این منطقه به معنی بحرانی شدن اوضاع خرید و فروش نفته. پس ائتلافی جهانی از 35 کشور جهان علیه صدام شکل میده و در ژانویه 1991 از پایگاه‌های خودش در خاک عربستان به کویت حمله میکنه. صدام باورش نمیشه، اما ارتش قدرتمند امریکا طی عملیات طوفان صحرا ظرف 6 هفته کویتو آزاد میکنه و پرونده جنگ اول خلیج فارس رو میبنده. حالا صدام حسین مونده و دو شکست بزرگ در دو جنگی که خودش شروعشون کرده بوده و همینطور اوضاع اقتصادی وحشتناک کشورش. فقر و بیکاری بیداد میکنه و همین کشور عراق رو آماده یه بحران داخلی کرده.
گروه های مسلحی در گوشه و کنار کشور شکل می گیرن و دیگه نمی خوان که تحت حکومت بعثی ها ادامه بدن. خیزش شعبانیه در اول مارس 1991 علیه دولت صدام توی 14 استان عراق شروع میشه و ارتش عراق هم با شدت عمل این قیام رو تا اوایل آوریل سرکوب میکنه. بعد هم دوباره میره سراغ کردها و مناطق کردنشین و بمباران میکنه. این وضعیت داخلی کشوریه که مدام با بحرانهای داخلی و خارجی روزهاشو سپری میکنه و تحت شدیدترین تحریمهای بین المللیه. این وسط حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله القاعده به برج‌های تجارت جهانی در امریکا برای همیشه چهره خاورمیانه رو تغییر میده. عملکرد عراق و رسانه‌هاش هم طوریه که انگار اونها هم دستی توی این ماجرا داشتن. همزمان با این ماجرا امریکا حرف اینو پیش میکشه که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و اونها رو دپو کرده. عراق به عنوان محور شرارت در منطقه معرفی میشه و در 19 مارس 2003 ایالات متحده امریکا به همراهی ائتلافی از کشورهای انگلیس، استرالیا و لهستان به عراق حمله میکنه. 9 آوریل 2003 بغداد و به همراهش رژیم بعث سقوط میکنه. صدام فرار میکنه و ارتش امریکا با خبره ترین نیروهای اطلاعاتیش میفته دنبالش. این بازی موش و گربه تا 13 دسامبر 2003 ادامه داره و بالاخره نیروهای امریکایی صدام حسین رو طی عملیات سپیده سرخ در روستایی نزدیکی تکریت پیدا و بازداشت میکنن. اون برای تمام جنایاتی که در طول حکومتش انجام داده محاکمه و در 30 دسامبر 2006 به دار آویخته میشه. این سرگذشت مردی بود که لقب قصاب بغداد رو بهش دادن و خوب نشون داد که مسیر دیکتاتوری در تاریخ یه مسیر تکراری و یه طرف است. امیدوارم که از این مجموعه دو شماره‌ای خوشتون اومده باشه و اگه دوست داشتین برای ما در کامنت ها بنویسید که به نظرتون کدوم جنایت صدام از همشون بدتر بوده. ممنونم و روز و روزگارتون خوش.